بسمون ببینه پسر چرا سر داره پسرمو گرفتی زدیش؟ من سر رو تو گرفتم زدم اه؟ چش سفیده بی تربیت برای خرید با شما تو جوش نخوره کیوستان شد که شد به جهنم باید آدم بشه با این قدامات دوی بچه طرف چی؟ به تو مرمون نیست دخالت نکن برای این مزنم از سنسانت بجاد بیشه آقا چه دخلی به تو داره؟ من شما کار زندگی نداری؟ یه این دومال کارتون ببینم یه این دومال کاره این دومال کارتون بلش کن بابا باشتا ببینم برو اینجا من هستا آقا ور کن دیگه ماما حوله رو بیار اومدم ماما بگیر چون نون نگرفتی؟ چی شده؟ این چه وضعی خدایا صورتت چرا قرمز شده؟ برو نون بگیر برو چی شده؟ با یکی دعوا شده قصه نداره یکی زده یکی خورده نه بابا با یکی بزرگتر از خودش دعوا شده مسئله ای نیست از این چیزا پیش میاد من دیرم شده تو خودت برو ببین چی شده خب چرا اینطوری شد؟ چرا حرف نمیزنی؟ این همون پدریه که قرار بود مواظبمون باشه؟ بفهمید سلام سلام بابا سلام علیکم ببخشید آقای منفرد نیومدن نه ایشون دیگه نمیان منتقل شدن شمال آب و هوای تهران بهشون نمیساخت میدونی که آسم داشت بله دبیر ریاضی جدید شما هم هفته آینده میاد سعید جان بله مشکلی پیش اومده نه خیلی ممنون با اجازه به سلامت بابا خیلی رابطه خوبی با آقای منفرد داشت بله حیف شد رفت معلم خیلی خوبی بود اومده میشه سعی سلام سلام بیاریم بالا کجا؟ حالگیری بیا سلام سلام فقط بگو خونش کجا هست چشم زنگشونو بزن نه آره داشتی؟ حضرت آقا ممکنه چند لستش بیرین پایین دم در؟ فرمایش می‌خواستم بپرسم چرا سیلی زدی تو صورت پسر من؟ چون که حقش بود. حقش که نبود. ولی اگه بیای پایین معذرت خواهی کنی قال قضیه رو همینجا می‌کنی. بیا عزیز. خیلی رو داری بابا. اومدی در خونم که ازت معذرت بخوام؟ نه بابا جون. برو دنبال کاره. از من نه. از پسرم. از این بچه فسقلی؟ نه از این جوون. برو تو بچه نه. چی از جون مردم میخوای این همه درگیری ایجاد میکنی؟ حرف حسابت چیه؟ تو چی میگی پیری؟ تو هم تا کتک رو نخوردی دست جکی جغلات رو بگیری برو هری بابا هری اصلا بیا یه کار دیگه بکنی اگه جرأت داری بیا پایین تا حالیت کن
نفهمیدم با من بودی؟ اگه چند تا میمون رو درخته؟ واسه که اومدم اصلا این آدم بشو نیست دست درد نکنه خوب حالشون گرفتی اما اینجا باید نسته که دخلت اومده دخل من یا دخل اون؟ خب معلومه دخل تو برای من پروگی میکنی؟ ببین اینجا شلوغ نکن اگه میخوای منو بزنی بریم یه جای مناسبی پشت هست اونجا راجبش با هم حرف بزن را بیفت بریم چه غلطی میکنی؟ بریم را بیفتی یلا بیفت کنه جلو تا خدمتت برسم جوجه خب دیدی خیر باشه هیکل ببین دعوا قانون داره 3 تا 3 دقیقه هر کی از پا در اومد راشو میگیره میره خونش قبوله؟ قبوله آقا رو باش چه خوش خیال تو که یه مش بخوری افاقی میشی و بعد ببنید بیمارستان بدبخت باش بابا تو ببر اون ور میترسم یارو بزنه داغونش کنه ها ترس بابا نه ترس بفرم حاضری؟ آماده ای؟ حاضری؟ شروع اینه ما خواستی بزنی بگی 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 که اومده خواستم امتحان کنم یه جلو بینجا چی شد؟ ببین همه اول در خونه معذرت خواهی میکردی که بهتر بود که آخه بابا همش تقصیر تو که شر به پا میکنی برو گم شو ببینم برو گم شو هر چقدر این مینا هنریه هنر دوسته عوضش من ورزشکار ورزش دوست اون بزرگم هم میگه میگه تو مینا به مادرت رفته تو هم به پدرت واسه پدر بزرگت هم که هنرمنده به جون تو به جون تو اگه ادامه میدادا قهرمان آسیا که هیچی قهرمان آسیا هیچی قهرمان جهان واسه چرا ادامه نداد فکر کنم با بزرگم نذاشته واسه چی احتمالا توی دعوا زده یه یارو لتو پار کرده تاش میکشتش همه خوبن سلام رسوندن سلامت باشم خدا روشوش از زندگی راضی هستی؟ بله توی شرکت که تازه شدم رئیس قسمت تو خونم که همه ازم راضی هن. فقط میمونه مینا خانوم که اگه ایشون هم از ما راضی باشن دیگه نور علا نوره خدا رو شکر بانه مینا جون شده اقلا میان اینجا ما تو رو میبینیم اختیار دارین اختیار دارین نه اومده بید سری بزنم اتاقم رو ببینم خراب نکرده باشم بابا بله بیا بریم کارت دارم خدا رحم کنه شما بفرمون الان میام خدمتون بیا بابا بیا همش مال تو
همین. تو من که هنوز حکم جدیدو بهم ندادن که، همون حقوق قبلی رو میگیرم. خیلی چیزو برای پروژم باید بخرم، همشون هم گرونن. حالا کم آوردی از بابا بزرگت بگی بعد منش میدم. پروژه جدیدت بگو ببینم چیه، کجا هست؟ یه کاروانسرای شاه عباسیه تو راه سمنان. برکلا. چشم، ولی بعد از نرمش زیاد نکن دیگه، یه دقیقه. ببین اگه نذاری نرمش کنم پیر که شدم شکمم میشه انقدر. خب حالا چشماتو ببند. قایی موشکه؟ بابا یه لحظه بفرمی. بیا تو، یواش نخوری زمین. این بر نه یه زن جلوتر. این بر. آها حالا برو جلو. خب این بر. حالا چشماتو باز کن. زده اینجا سعید. سعید که از این کار رو زیاد میکنه دیگه، چشم بسن نمیخواست. نه اون سعید، اون یکی. خدا رو شکر تو خونه هم رئیس شد. صبح بخیر. صبح شما بخیر. ساعت اداری هنوز شروع نشده عزیزم، اگه کار دارین یه چند دقیقه بی زحمت بشینید. راحت باشین. من عرض کردم بشینید، ولی نه اونجا. کارمندایی که به موقع سر کارشون حاضر میشن قابل تقدیرن، به خصوص اگه یه مقداری هم زودتر از ساعت کاری کارشون رو شروع کنن. بله، شما هم اگر تشریف بیارید اینجا بشینید قابل تقدیریم. شما باید آقای پورهاتم باشید، درسته؟ بله. شما از اینکه خودم رو زودتر معرفی نکردم معذرت میخوام. بنده جلال‌زاده هستم، رئیس جدید این قسمت. بله. توضیح بدین آقای هدایتی، من میخوام دلیلش رو بدونم. ببینید آقای پورهاد، شما که اینقدر سختگیر نبودید، بفرمایید بشینید با هم صحبت کنیم. بفرمایید. تو این یکی دو ماهه مگر من بخش قراردادها رو بد اداره کردم؟ با اینکه یه نفرم کم داشتم. این شایسته سالاری؟ دست شما درد نکنه، خیلی هم خوب اداره کرد. اتفاقا من برای این کارتونم پاداش در نظر گرفتم. اما چی؟ ببینید آقای پورهاتم، سیستم نیاز به نوسازی داره، باید همه چیزو مکانیزه کرد.
شما یه برنامه نویس به من بدین، در عرض 2 ماه کل سیستم رو مکانیزه میکنم. ببینید، با روش های قدیمی نمیشه همین چیز مکانیزه کرد. آقای جلالزاده لیسانس داره. لیسانس داره؟ مگه آقای سهیلی لیسانس نداره؟ شما میخواید من چی بگم؟ حقیقتو بدون پرده پوشی. آقای فرهادم، حقیقت همین بود که گفتم. رویا خریده بود 110 تومن. نه پول داری دیگه، میدی براش میسازن نمرشم خوب میشه. حالا نمیشه به اشلی 1/400 بسازیم؟ مسالهش میشه 1/8. بچه ها گفتن اما دکتر قبول نکرده، میگه ماکت باید 1/200 باشه. حالا کی باید تحویلش بدیم؟ وقت زیادی نداری. خب دیگه من میرم خوابگاه، تو هم میای؟ باشه. خدافظ. خدافظ. شب بهت زنگ میزنم. باشه. بالاخره چیکار کنیم؟ باید بگردیم یه جای ارزون پیدا کنیم. پروین میگفت هست. مگه از بابات پول نگرفتی؟ نه خیلی، دستش تنگه. خرجش هم که دیگه سر به فلک زده. پدر بزرگه چی؟ از اونا که دیگه اصلا روم نمیشه. چرا؟ به سلامتی پدر بزرگته. همین که سربارشون شدن بس. خب ازشون قرض بگیر. فکر بدی نیست، ولی 100,000 تومان پول خیلی زیادیه. باید یه فکر دیگه بکن. مشکل داره. منم معتقدم مشکل داره، ولی از آقای پورهات هم سوال بفرمایید. این قرارداد رو ایشون تنظیم کردم. بله موظفم بهتون جواب بدم. موظف؟ بله. آقای پوراتا. بله. وجه التزام این قرارداد خیلی کم منظور شده. شما تنظیمش کردین؟ کدوم قرارداد؟ اینو میگه. به ازای هر روز تأخیر 5,000 مبلغ قرارداد. پوراتم کجاش خنده داره؟ من معذرت میخوام، این جزء بدیهیات جناب آقای رئیس. چایی بفرمایید. آقا کمال هم این موضوع رو میدونه. آقا کمال جان جرم، وچه التزام قراردادهای خدماتی چقدر؟ فکر میکنم 5,000. ولی آخه این که خیلی کمه. 5,000 کمه، فکر نمیکنه اگه بیشتر باشه پیمانکار بهتر کار میکنه. عزیزم قرارداد که فقط همین یه ماده رو نداره که، مبلغ قرارداد، مدت قرارداد، ضمانتنامه و 100 تا چیز دیگه. شما همه اینا رو که جمع بکنید میبینید که پیمانکار رو بیشتر از این نمیشه چزوند. به همین دلیل ما نمیتونیم بیشتر از ضمانتنامه و حسن انجام کار جریمش کنیم. که چرا نمیشه؟ از پرداختهای ماهیانش کسر میکنیم. عجب، اون وقت کارگرا میان پدر هممون رو در میارن. شما فکر میکنی این حقوقای اینا رو از کجا میدن؟ به هر حال به نظر من کمه. خب پس من اون آیین‌نامه کل رو خدمت شما تقدیم میکنم، شما اصلاح بفرمایید. من؟ نیومدین سر کلاس، استاد براتون غیبت زد. رفته بودین خرید؟ بله. خوش به حالتون. شما هم خریدین؟ والا گفتم تا گرون نشده قال قضیه رو بکنم. یکی از بچه‌ها خریده بود 110,000 تومان. شما چی؟ لابد از این مغازه شیکه دم دانشگاه خرید کرده.
من خیلی ارزونتر از این حرفا خریدم. مثلا چند؟ 49,450 تومان. خب دیگه از کجا؟ میشه آدرسشو به ما بدین؟ سلام. سلام، چطوری؟ خوبم. چیه؟ چی شده؟ هیچی. چرا؟ یه اتفاقی افتاده؟ مثل هر روز نیستی؟ نه، چیزی نیست، فقط نقشه هم نقشه خراب شد. چه نقشه‌ای؟ سلام بابا جون. سلام بابا. سلام. یه جغله شده رئیسمون. یه جغله، یه الف بچه شده رئیسمون. یعنی دیگه رئیس نیستی؟ از اولش هم نبودم، همه سرکاری بود، خواستن کارشون زمین نمونه. عین مبصرا، این هفته قرار من تو کلاس و مبصر باشم. خوش به حالت، خوش به حالت. حالا اتفاقی نیفتاده، 20 سال رئیس نبودی، چند سال دیگه هم روش. چرا میستدیم به من سوال بزنیم؟ برید تو اتاقتون کاراتون رو بکنیم. چشم. بابا یه انشه واسه هم میگی؟ نه عزیزم، حوصله ندارم. موضوع انشا چیه؟ یک روز شاد. جالبه، یک روز شاد. نمیشه یه موضوع دیگه بگم؟ نه آخه، آقا معلمم گفته این موضوع رو باید بنویسیم. البته واضح و مبرهن است که در زندگی روزهای شاد فراوانی وجود دارد، اما ارزش آنها وقتی معلوم می‌گردد که روزهای غم‌انگیز را به خاطر بیاوریم. یه ذره یواشتر بگید. چی یواشتر بگم؟ یه سینه حرف دارم، بنویس. یکی از روزهای غم‌انگیز من امروز بود، وقتی پدرم از سر کار برگشت، حالش بد بود. چی شد؟ آدرسشو گرفتم، ولی دلم خیلی برای سوز. قصدش کمکمون کنه. میدونم، ولی درست نبود فرزانه. اگه کسی میدید چی؟ منو تو ماشین اون؟ چه ایرادی داره؟ هم کلاسی مونه. خب باشه، ولی وقتی خودمون میتونیم بریم خب چه کاریه؟ تازه بابای منم اصلا خوشش نمیاد. پیشکش؟ ممنون، برازنده خودته. حالا مگه چقدر حقوقش زیاد میشد؟ فوقش 20 تومن. همین؟ بحث سر حقوق نیست، بعد جلو بچه ها کنف شد.
خب تقصیر خودشه. وقتی چیزی معلوم نیست چرا جلو بچه‌ها میگه؟ میخواست ما رو خوشحال کنه. عادتشه. بهت قول میدم اینجوری که تو فکر میکنی نیست. بچه‌ها خیلی راحت‌تر از ما با مسائل برخورد میکنن. این تویی که همه چیزو سخت میگیری. من برای خودش میگم. خیلی تو روحیش اثر داشت. یه موفقیت بود براش. میگم پنجشنبه جمعه بیاین با هم بریم لواسون. هم بچه ها رویهشون عوض میشه. هم علی آقا، هم خودت هم از این حال هوا میای بیرون. نه ممنون، مزاحم نمیشیم. چه مزاحمتی؟ ما سه نفر آدم تو ویلای به اون بزرگی میخوایم چیکار کنیم؟ به ما هم خوش میگذره. فردا؟ خب روز تعطیل گذاشتم برای همین چیزا دیگه. من اصلا حوصله‌شو ندارم. خواهش میکنم اصرار هم در کار نباشه لطفاً. متشکرم. چقدر دیر کردن؟ پس چرا نیومده؟ میان، الان پیداشون میشه دیگه. خب کاش از اول دم به ویلا باشون قرار میذاشتیم خانوم. بابا جاشون تنگ بود، گفتم یکی دوتا از بچه هاشون بیان با ما. اومدم. سلام سلام، اسم من سمیراست. اسم تو چیه؟ اسم منم دناست. دنا جون میری اون بر بشینی؟ من میخوام کنار پنجره بشینم. نمیشه. چرا؟ چون ماشین خودمون. مامانم گفته ما مهمون شمایی. خب تو برو بشین دم اون یکی پنجره. اون پنجره باش. نه اینه که تو میدیده من؟ نه چرا نمیده؟ آخه مامه هم گفته ما مهمون شما هستیم. میگم عجب ماشینه بیستی. اما میگم صندلی پیکان راحت تره. دوست داری؟ آخه من که مثل تو خواهر ندارم. تازه یکی دیگه هم دارم، اسمش میناست. خوش به حالت. معذرت میخوام، این نمیگیره. نمیگیره؟ ببینه قربان، باید قبلا روشنش کنی. بفرمایید. من فکر کردم از جیب که در میاری اینو روشن میشه خودش. نه خیر، باید روشنش کنی. الو مینا، تویی؟ سلام، حالت خوبه؟ ببین آماده شو میام دنبالت بریم لواسون. برای چی؟ آره هستن همه، ایران خانوم هستن، مهناز خانوم هستن، آقا مسعود هستن. خیلی خوب، خیلی خوب. ببین شماره ویلا رو یادداشت کن، یه وقت کاری داشتی زنگ بزن. گوشی گوشی. ببخشید من شماره ویلا رو میتونم بدم به مینا؟ اجازه بدین من شماره رو میدم، شما بفرمین که دیر شده. خواهش میکنم. الو مینا خانوم، هنوز باز سرسنگینه؟ یکم. پس چه خوب شد که نیومد. Thank you.
میگردونم. تو تهران باید سه چیز آدم داشته باشه: ماشین، خونه، ویلا و تلفن همراه. تلفن همراهی که از جیب در میاری خودش روشن بشه. انگار خوب با هم جور شدن، باور نمیکنم مسئول باشه. علی دیگه بفرمایید. سلام. سوء تفاهم نشه، منم امروز برای خرید انتخاب کردم. قصد مزاحمت ندارم، فقط دیدم با این وسایل سختتونه، اتوبوس هم که نمیتونید سوار شید. لااقل تا یه جایی که بتونید ماشین بگیرید برسونمتون. قول میدم خوب رانندگی کنم. خیلی ممنون. حالا که لطف میکنین تا یه جایی مزاحمتون میشه. بفرمایید. بله. الو الو، صدا نمیاد. ها بله بله، کی؟ دختر من تصادف کرده؟ چیزی نشد آبزی خانم، نه. خیالتون راحت راحت بشه، حالشون خوبه خوبه. بله، فقط طبیعتون فرموندن که من یه تلفونی به شما بزنم که اگه یه موقع شب دیر کردن شما دل واپس نشید. بله. الو الو الو، موقت شدنه. الان داشتم با خانواده صحبت میکردم، نمیدونم چرا یه قطع شد. میخواین خودتون فرمایش کنین؟ قابلی نداره. نه خیلی ممنون، فقط اگه میشه یه تاکسی بگیر ما رو برسونه بیمارستان. خیلی خوب، شما خیالتون راحت. آقا به خدا ترمز برید، به قرآن ترمز برید، جان بچم ترمز برید. سوار شید، زود باشید. آقا شما قربون دینانه و چیز که من ماشین مواظبم، قربون تو برم. خیلی ممنون. این هم شماره مخلصت، تلفن بزن اگه پلیس اومد اینجا کروکی بکشه. من خودم هستم خبرت کنم. ممنون. سوار شو، شما خیالتون راحت باشه، من خودم اینجا هستم. ممنون، زحمت کشید. تو چرا نمیری با بچه ها بازی کنی؟ آخه اونا خیلی زیادن. نترس عمو جون، نمیخوای باشون بجنگی که. مامان، آخه چرا شما اجازه نمیدید من خواهر برادر داشته باشم؟ نگران نباش عزیزم، تا دلت بخواد ما بچه داریم. برو اونجا هرچی میخوای سوار. ای علی، البته قبلش بعد از خاله ایران اجازه بگیری. اونا هم مثل خواهر برادرات میمونن عزیزم، فرق نمیکنه که. خب بریم آقا رو حاضر کنیم. بریم. جان پوراتم، شما به چه کاری مشغولی؟ بنده تا پریروز رئیس قسمت قراردادهای شرکتمون بودم. خب خب، پس به سلامتی از پریروز تا حالا بود شدین مدیر کل، نه؟ سلامت باشین. شما شغل شریفتون چیه؟ بنده شغلم آزاد قربان، میخرم میفروشم، یه جوری میگذرونیم دیگه. یعنی هم رئیس خودتونین هم نوکر خودتون؟ تقریبا. معذرت میخوام، شما برای کاراتون قرارداد نمیبندین، حسابدار ندارین. قرارداد کدوم آقا؟ حسابدار چیه؟ همش اینجاست، نه بیمه داره نه مالیات، از هفت دولت هم آزاد. خب اگر قرارداد نبندین یه وقت طرف دبه میکنه. نه ترس، من میدونم با کی معامله کنم. اگه آدم اهل دبه باشه براش دبه در میاد. بله بله، همین ایران خانم 4 میلیون پول پیش من داره، دارم باش کار میکنم. نه قرارداد داری نه دبه کردی. از بر اعتماد جناب پورهاتم. معذرت میخوام، کدوم ایران خانم؟ ایران خانم خانم خوده.